یعقوب عباس از عربستان سعودی خواست تا قبور جنت الباقی را بازسازی کند یعقوب عباس دبیر کل شورای حقوقی احوال شخصی شیعیان جعفری در هند از دولت عربستان سعودی خواست تا با درخواست میلیون ها مسلمان و شیعیان در سراسر جهان که خواستار بازسازی قبور ائمه اطهار علیهم السلام در بقی هستند موافقت کند آقای عباس در نشست خبری که در مقر این شورا برگزار شد اظهار داشت جنایت سنیهای تندروی وهابی و سعودی در صد سال پیش در پی تخریب قبور ائمه اطهار علیه السلام در بقی میبایست توسط همه جهانیان محکوم شود وی در ادامه گفت آنچه رخ داده بزرگترین ظلم و اهانت به مقام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی محسوب می شود و عربستان سعودی نباید تفسیر خود از شریعت را به زور به بقیه مسلمانان القا کند لازم به ذکر است بعد از ظهر امروز چهارشنبه شنبه لکنو پایتخت هند شاهد راه پیمای مسالمت خواهد بود که در آن جمعی از علما و آز و ازاداران در اعتراض به جنایت تخریب قبور شرکت خواهند کرد. هیئت آستان مقدس عباسی با هیئت آستان مقدس حسینی جهت برگزاری جشن مرکزی دانش دانشجویان دانشگاه های عراق رایزنی کرد. محمد صالح جلوخان معاون رئیس بخش روابط آستان مقدس عباسی گفت آستان مقدس حسینی بر حمایت گسترده و مستمر خود جهت تضمین موفقیت این جشن تاکید کرده است. جلوخان عنوان داشت حرم امام حسین علیه السلام و مناطق مجاور آن بخش مهمی از برنامه این جشن مرکزی خواهد بود آستان مقدس عباسی جشن مرکزی دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های عراق را در 19 همه ماه آوریل جاری از طریق برنامه های متنوعی به منظور اعطای انگیزه به دانش آموختگان برگزار می کند. و خبری از عربستان سازمان های حقوقی بین المللی اقدام عربستان سعودی به بازداشت و زندانی کردن تعدادی از تماشاگران شیعه که برای تماشای یک مسابقه فوتبال در منطقه شرقیه به استادیوم رفته بودند را محکوم کردند. گفتن نیست این تماشاگران در مده مولای متقیان امام علی علیه السلام شعارهایی داده بودند. لازم به ذکر عربستان سعودی در سال 2034 میزبان جام جهانی فوتبال خواهد بود و بر همین اساس کارشناسان حقوق بشر این اقدام عربستان در بازداشت تماشاگران را نشانه ناامنی حضور تماشاگران از کشورهای مختلف جهان در عربستان برای مشاهده بازی های جام جهانی تلقی کردند. از سوی دیگر خبرگزاری دویچه ولهی آلمان گزارشی در این باره منتشر کرده و نوشته بازداشت دوازده جوان و نوجوان شیعه به دلیل دادن شعار دینی در عربستان که تنها به معنای ابراز عقیده و اعلام نظر بوده اقدام بی ای به شمار می روند. این گزارش در ادامه افزود عربستان سعودی همچنین صد نفر از تماشاگران را برای بازجویی فراخوانده است لازم به ذکر است این اتفاق در مسابقه بین تیم صفا و تیم البکیریه که در منطقه نشین عربستان در حال برگزاری بود افتاده است گفتنی جوانان بازداشت شده به اتهام سردادن شعار بین شش ماه تا یک سال محکوم به زندان شدند رسانه های آلمان به نقل از گزارش های منتشر شده دولت اعلام کردند که میزان جرم و جنایت علیه مسلمانان این کشور در سال 2023 نسبت به سالهای قبل بیش از دو برابر شده است. خبرگزاری دی پی ای آلمان با انتشار با اسناد ببخشید با استناد به پاسخ دولت به تحقیق کریستوف دواری قانونگذار اتحادیه دموکرات مسیحی گزارش داد که در سال 2023 میلادی حدود 1464 رفتار خشونت‌آمیز علیه مسلمانان این کشور ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل 610 مورد آمارها از افزایش دو برابری حکایت دارد در همین راستا استفان هبستریت سخنگوی دولت آلمان با اشاره به اینکه نزدیک به 5 میلیون مسلمان در این کشور تابعیت شهروندی دارند تاکید کرده است که هر گونه حمله به مسلمانان در آلمان به دلایل مذهبی یا دلایل دیگر کاملا غیرقابل قبول است. گفتنی است آلمان با بیش از 84 میلیون نفر جمعیت بعد از فرانسه دارای بیشترین تعداد مسلمانان در قاره اروپا است که اکثر آنها را مهاجران ترک تبار تشکیل می دهند و خبری از درگیری ها در پاکستان بر اساس بیانیه ارتش پاکستان در درگیری های صورت گرفته در استان بلوچستان در جنوب غرب پاکستان پنج سرباز پاکستانی و سه تروریست کشته شدند به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از روزنامه پاکستانی داون انفجار یک بمب در منطقه بلده در این استان باعث کشته شدن پنج سرباز و سه تروریست شد در همین راستا ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرد که تروریست ها یک بمب را در حین عبور خودروی نیروهای امنیتی منفجر کردند در پایان لازم ذکر است هیچ گروهی مسئولیت این حمله را تا کنون بر عهده نگرفته است اما باید گفت استان بلوچستان در پاکستان شامل بسیاری از گروه های جدایی طلب است که در این منطقه دست به شورش میزنند. در عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در استانبول ده نفر مزنون که با گروه تروریستی و سنیهای تندری داعش از طریق مقر داشیشه در سوریه در ارتباط بودهاند دستگیر شدند گفتنی در چارچوب تحقیقات انجام شده توسط دفتر تحقیقات تروریسم و جرایم سازمان یافته دادستانی کل استانبول دستور بازداشت چهارده مزنون که مشخص شد با مقر های تندروی داعش در داشیشه ی حسک ارتباط دارند صادر شد در پایان لازم به ذکر است در عملیات پلیس ترکیه ده مزنون دستگیر شدند و اقدامات برای دستگیری چهار مزنون دیگر ادامه دارد اعضای گروه بینالمللی کوپ سه خواستار تعهد کشورها برای پایان دادن به خشونت علیه مدافعان محیط زیست شدند چند روز قبل از شروع سومین نشست کنفرانس طرفهای موافقتنامه منطقه‌ای دسترسی به اطلاعات مشارکت عمومی و دسترسی به عدالت در مسائل زیست محیطی کاپسه اف بین در مورد خشونت علیه مدافعان محیط زیست ابراز نگرانی کرد گفتنی است حملات علیه مدافعان حقوق محیط زیست در قاره آمریکا اغلب مرگبار است همچنین دومی کشور مرگبار جهان برای مدافعان حقوق محیط زیست برزیل است در همین راستا آنا پیکر مدیر بخش آمریکا در سازمان اف بین از کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب خواست که فوراً به معاهده منطقی جلوگیری از خشونت علیه مدافعان محیط زیست متعهد شود. نگرانی های از بروز کم آبی در استانهای تهران، خراسان رضوی و قزوین در تابستان 1403 وجود دارد. رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی ایران با تاکید بر اینکه نگرانی های از بروز کم آبی در استانهای تهران، خراسان رضوی و قزوین در تابستان امسال وجود دارد گفت به نظر می رسد برای فصل گرم امسال باید نگران تأمین منابع آبی این استان باشیم به خصوص که مقدار بارش های تجمعی این استان در سال آبی جاری به 36 تا 44 درصد پایین از شرایط نرمال رسیده است احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران با وجود اینکه در روزهای چهارشنبه تا پنجشنبه هفته جاری 29 تا 30 فروردین شاهد بارش های بسیار خوبی در نوار جنوبی کشورمان یعنی در استانهای فارس، بوشهر، هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و بخش های عمده از جنوب کرمان خواهیم بود اما پیش بینی های مبتنی بر مدل های عددی حاکی از آن است که طی دو هفته آتی سایر نقاط کشور یعنی مناطق شمالی، مرکزی، شرقی و غربی ایران شاهد بارش های مطلوبی نخواهد بود و خبر پایانی امشب خورما دارای مقادیر بالای مواد معدنی می باشد که از بسیاری جهات برای بدن مفید است. شاین ذکر است سطوح قابل توجه آهن در خورمانیز یک مکمل غذایی عالی برای رفع کمخونی است سطح بالای آهن میتواند سبب به تعادل رساندن مقدار آهن و افزایش و انرژی برای کسانی باشد که احساس خستگی و سستی دارند متخصصان تغذیه بر این باورند که خوردن خرما خطر ایجاد سکته را نیز کمتر می کند و مصرف مقدار مناسب خرما کلسترول خون را نیز کاهش میدهد. این کارشناسان معتقدند افرادی که می وزنشان افزایش یابد می توانند از این ماده غذایی مفید در رژیم روزانشان کمک بگیرند.